بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلمت ثمود بطغواها إن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا خدایا، شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. با نام یاد پروردگار بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشگاه یکایک بینندگان عزیز و ارجمند، حضار محترم و میهمانان گرانقدر مدعو. عرض خیر مقدم ویژه دارم خدمت جناب آقای دکتر قادری، عضو محترم هیئت مدیره، برادر ارجمندم جناب آقای دکتر اقبال خواه و جناب آقای مهندس ملک محمدی، مدیر عامل محترم شرکت استارتاپی تاپین. با اولین قسمت از مجموعه برنامه‌های چهارشنبه‌های استارتاپی پست در خدمت شما سروران گرانقدر هستیم. عزیزان، از آنجایی که در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتال، شرکت‌های استارتاپی و نوپا و دانش بنیان فعال در حوزه‌های مختلف با همراهی شرکت پست میتونن نقش مهم و تاثیرگذاری رو در ارتقاء سطح کیفیت و افزایش سرعت خدمات داشته باشن، شرکت ملی پست در نظر داره طرح ستاپ رو اجرا بکنه که در همین راستا که طرح سکوی تجارت الکترونیک پست هست، از بخش خصوصی دعوت شده که
همکاری به عمل بیاره و در این برنامه در چهارشنبه های استارتاپی قصد این رو داریم که از مسئولین ارشد شرکت پست دعوت کنیم تا سیاست های شرکت پست رو تبیین بفرمایند. به همین منظور در خدمت برادر ارجمندم جناب آقای قادری و جناب آقای اقبال‌ها اعضای محترم هیئت مدیره شرکت ملی پست هستیم و دعوت کردیم از جناب آقای ملک محمدی مدیر عامل محترم شرکت تاپین و خیر مقدم دارم خدمت مدیران محترم استان‌ها و رؤسای محترم پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد که در این جلسه حضور دارند. باید به سمع و نظر عزیزان برسونم که این برنامه به صورت مستقیم هم از کانال اینستاگرامی پست به سمع و نظر عزیزان میرسه. عزیزان خدمت برنامه عرض کنم که پنلی که در نظر گرفتیم برای هر یک از پنلیست ها 10 دقیقه وقت رو در نظر گرفتیم که پنلیست صحبتش رو ارائه میده و از نقطه نظرشون بهره مند میشیم. در پایان پنل رؤسای محترم پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مدیران کل محترم استان‌ها و یا حتی کسانی که از طریق کانال پیج اینستاگرامی خدمتشون هستیم میتونن اگر سوالی رو داشته باشن عنوان بکنن از طریق نرم افزار ویدیو که آمادگی اون رو دادیم که فضا رو این شخص رو روی خط بیاریم و از نقطه نظراتشون بهره مند میشیم. خب در ابتدای برنامه دعوت خواهم کرد از جناب آقای دکتر قادری عضو محترم هیئت مدیره. جناب دکتر خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی حضار در این جلسه ویدیو کنفرانسی. همچنین تبریک میگم روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی رو. من صحبتمو به چند بخش میخوام تقسیم بکنم. یکیش در مورد ترسیم فضای استارتاپی در کشور هست که چه شرایطی رو امروز در کشور داریم، بعد در مورد جایگاه پست میخوام صحبت کنم در اقتصاد دیجیتال و امروز و آینده اقتصاد کشور. مقصود خودمون از این سلسله جلسات رو به اختصار خدمت رو عنوان میکنم و اقداماتی رو که انجام دادیم و در دست اقدام داریم برای رسیدن به این مقصود. خب عزیزان، خوشبختانه کشور ما در چند سال گذشته جز کشورهای پیشرو و موفق در زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان و اتکا به کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها بوده است و زحمات خیلی زیادی حالا عمدتا از سمت معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری و نهادهای زیرربط اتفاق افتاده. شتاب دهنده هایی در کشور حتی از بخش خصوصی فعال شدن و تونستن یک جامعه خیلی بزرگ از متخصصین و افراد توامند و کارآفرین رو جذب بکنن و اشتغال ایجاد کنن و گردش اقتصادی کشور رو رونق بدن. اما مشکلات سر راه این اقتصاد دانش بنیان و این اقتصاد مبتنی بر به حال شرکت‌های استارتاپی وجود خواهد داشت. خیلی مسائل گفته میشه، کمبود سرمایه، نمیدونم ضعف تیمی، نمیدونم مشکلات ایده، خیلی اینا مباحثی هستن که شاید حالت موردی و به صورت مشهود دیده میشن. اما من فکر میکنم اون چیزی که باعث میشه که یک فضای استارتاپی حاصل خیز باشه و به محصول خوبی برسه شکل گیری اکوسیستم استارتاپی هست. استارتاپ به تنهایی خیلی معنا نداره، یعنی ما بگیم یک استارتاپی در یک جامعه شروع کرد کار کرد. یکی از مباحث ذاتی و میشه گفت لازم و ملزوم توسعه یک استارتاپ و شکل‌گیری استارتاپ ها حضور در اکوسیستم استارتاپی هست. خب صنعت ما یک صنعتی است که صنعت بالغی، عمدتاً شرکت های ما چند ده و حالا مثل شرکت پست بعضن بیش از 100 ساله هستن و یه مقدار ارتباطشون با فضای استارتاپی سخت هست و این باعث میشه که این به حال شرکت‌های استارتاپی اگر هم اکوسیستمی تشکیل میدن داخل خودشون باشه، خیلی سخت بتونن با ساختار و بدنه اصلی صنعت مچ بشن. و ما توی این برنامه و این سلسله جلسات هدفمون اینه که
کمک کنیم که اکوسیستم استارتاپی بزرگتر بشه و متصل بشه به حالا صنعت به شکل حالا بگیم بالغ و سنتی ما، و خود همین حرکت ما هم باعث بشه که خود اون اکوسیستم استارتاپی استارتاپ های بیشتری هم بتونن بهش جذب بشن و کارشون راحت تر بشه. ما معتقدیم اگر اکوسیستم داشته باشیم، خیلی از چیزایی که به عنوان مشکل و معضلات استارتاپ ها عنوان میشه خود به خود حل میشن. یک کسی میبینید سرمایه داره، یک کسی میبینید ایده داره، یک کسی ممکنه بازار رو در دست داشته باشه. هر کدوم اینا به خاطر ضعف در یک بخشی از اون مدل کسب و کارشون ممکن نتونن به نتیجه و مقصودشون برسن، ولی در اکوسیستم که قرار میگن خود به خود همدیگر پیدا میکنن و این باعث میشه که ضعفاشون حل بشه. نمیشه به صورت دستوری و با مثلا عرضم حضورتون حمایت بیاییم ما شروع کنیم زنجیره تأمین درست کنیم برای استارتاپ ها. معنی استارتاپ ها اصلا از دست میده. استارتاپ در فضای اکوسیستم شکل میگیره. اینکه من بگم خب جا براشون تهیه میکنیم، دولتی بهشون فضا میدیم، دولتی بهشون وام میدیم، دولتی بهشون مثلا کار میدیم، دولتی بهش خب این دیگه چه استارتاپی؟ مثل یک به حال نوزادی که در رحم مادر شکل میگیره، مثل یک به حال موجود میمونه که شما بگید خب چند تا دست و یک کله و یک پا و اینها میاریم به هم میچسبونیم و هیچ وقت با چسبوندن کله و دست و پا و اینها یک موجود زنده ای تشکیل نخواهد شد. بنابراین هدف این هست و به این سمت داریم میریم که کمک کنیم به شکل‌گیری اکوسیستم استارتاپی حول مبحث لوجستیک، خدمات پستی و تجارت الکترونیک. چون رسالت پست این هست و در این زمینه داره کار میکنه. خب پست جایگاهش امروز چی هست در دنیا و اقتصاد دیجیتال امروز؟ جایگاه پست امروز خیلی پررنگ تر از گذشته است و در آینده شاید خیلی پررنگ تر از امروز و خیلی از کسب و کارها باشه. چرا؟ توسعه فناوری‌های دیجیتال ماهیت زندگی رو به هم میزنه. همین اتفاقی که بروز کرونا و شیوع بیماری کرونا باعث شد که مردم نتونن رو در رو و مستقیم ارتباط داشته باشن، یه پرده‌ای رو انداخت از اتفاقی که شاید 5 سال یا 10 سال دیگه می‌خواست در کشور بیفته. همین جلسه ای که امروز ما ویدیو کنفرانسی داریم برگزارش میکنیم. ترند و روند پیشرفت برای فناوری زندگی مردم، کسب و کارها این هستش که همه چیز به سمت غیر حضوری و ارتباطات مجازی، چون ارزان‌تر هست، فراگیرتر هست، به این سمت میره و یک فیزیکی برای جابجایی باقی میمونه. کالایی که باید بالاخره خریداری بشه، جابجا بشه، روش فرآیندهای اتفاق بیفته. از اون برم کانسپت تولیدهای پراکنده که به حال به جای اینکه یک خط تولید چند ده کیلومتری یک محصول تولید کنه، هر تیکش توی بخشی انجام میشه و بعد منتقل میشه. این جابجایی ها رو کی میخواد انجام بده؟ شرکت های پست و لوجستیک. بنابراین روز به روز رفت آمد مردم، مراجعه مردم کم میشه و ارتباطات و عرضم حضورتون رد و بدل کردن کالا در فضای اطلاعات که به صورت مجازی اتفاق میفته، در فضای کالا توسط شرکت‌های پست، پست و لوجستیک. تجارت میره به سمت الکترونیکی شدن، تولید میره به سمت، حتی تولید میره به سمت الکترونیکی شدن. و شرکت‌های پست شک میگن، خیلی مشاغل حذف میشن، خیلی از شبکه‌های توزیع حذف میشن. حالا توی موجی چند سال پیش در کشور راه افتاد، مثلا دید آژانس‌های تاکسیرانی کم رنگ شدن، کم کم آژانس‌های مسافرتی هم دارن کم رنگ میشن، اتوشویی هم دیگه دارن کم رنگ میشن، چند وقت دیگه بقالی هم کم رنگ میشن. یعنی دیگه لزومی نیست وقت طرف میتونه اینترنتی خرید کنه، حالا یه روز بعد، دو روز بعد، همون روز در لحظه کالا براش بیاد، قاعدتا دیگه تمایل نخواهد داشت. و این بیزینس ها، این همون اتفاقیه که میگیم در صنعت 4 یا اینداستری 4 ماهیت مشاغل تغییر میکنه. یک سری مشاغل حذف میشن، حداقل 30-40% مشاغل امروز حذف میشه و یه 30-40% مشاغل جدید ایجاد میشن. کیا باقی میمونن؟ اونایی که دیگه ستون فقرات اقتصاد هستن، مثل همین حمل و نقل، مثل جابجایی. بنابراین پست جایگاه خیلی مهمی داره. این جایگاه مهم رو نباید ما فقط به این شکل ببینیمش که خب خوبه پس شرکت پست، شرکت‌های پست رو، نه، شرکت‌های پست مسئولیتش سنگین میشه، باید آمادگی بیشتری داشتن، تعامل بیشتری داشته باشن و بتونن کار کنن. اگر پست فلج باشه
مثل اینه که در دنیای فضای مجازی اینترنت قطع باشه. بنابراین دیگه کسب و کاری اتفاق نمیفته در دنیای اقتصاد دیجیتال، یا بسیار پرهزینه اتفاق میفته که خودش هم در یک رقابت میان مدت حذف میشه در رقابت صنعت. بنابراین قطع بودن پست مثل قطع بودن اینترنت خواهد بود. همین الان هم اینجوری هست در جامعه، اگر پست کار نکنه، شرکت های پست کار نکنند، خیلی از مشاغل و فروشگاه اینترنتی حذف میشن. توی دنیا آمار حالا روی 30% هست، رو به رشد هم هست. کشور ما هم حالا صحبت از 15% بود، البته این همه برای سال گذشته است، دوره کرونا یه مقدار رشد داشته، ولی همینجوری داره این اقتصاد اینترنتی، خرید فروش اینترنتی به حال مجازی از راه دور و حالا به طور کلی اقتصاد دیجیتال رشد میکنه. بنابراین این مطلب مهمی است که شرکت پست باید بتونه تعامل کنه و خودش آماده کنه. این آماده سازی فقط اینطوری نیست که دوباره باز دولت بیاد پول بریزه، دولت بیاد توسعه بده. این باید در فضای همون اکوسیستم استارتاپی توسط همین مجموعه ها توسعه پیدا بکنه. یه بودش به خاطر اینه که خب تنوع سلیقه وجود داره، تنوع کار وجود داره، تخصص‌های مختلف هست، نوآوری‌های مختلفی میخواد. خب اینو یک مجموعه نمیتونه، باید در یک فضای فراگیر و عمومی این اتفاق بیفته و به ها انجام بشه. بعد بعدش هم هزینه ایست که سرمایه بسیار کلانی میخواد. اینو خوب خورده سرمایه ها بیارن انجام بدن، خیلی میتونه موفق تر بشه. چه اقداماتی ما انجام دادیم؟ خب ما اول شروع کردیم سال تقریبا یک سال و نیم پیش یه سری فراخوان دادیم برای جذب شرکت ها که از طریق فراخوان و اون قالب هایی که موجود هست در ساختار دولتی پیش بریم. خب 5-6 ماه کار کردیم، ولی متأسفانه سلسله جلسات ما به خاطر همین داستان کرونا و اتفاقاتی که به حال یه مقدار ارتباط رو در روی ما رو کم رنگ کرد، یه مقدار بینش فاصله افتاد. ولی خب لسن لرن خوبی بود، یعنی تجربیات خوبی کسب کردیم و گیر اون مشکلات همکاری با استارتاپ ها رو در آوردیم. چی هست؟ خب بخشش برمیگرده به قوانین ما که خیلی برای اقتصاد دیجیتال طراحی نشدن. ذات اقتصاد دیجیتال در یک کلمه بگید که چه ماهیتی داره، من میگم از سرویسه. یعنی در لحظه یک کسی از یک کسی سرویس رو میخواد، خیلی تابع قراردادهای بلند مدت و تضامین خرید و رزرو کرد اینها نیست، خیلی توش مالکیت معنا نمیده. ولی تمام به حال قوانین ما بر اساس اقتصاد سنتی برای مالکیت کالا، برای خرید به حال در قالب خرید خدمت اینجوری طراحی شده، خرید خدمت به شکل مناقصه. راه حلایی براش پیشنهاد شده که حالا یعنی پیش بینی کردیم بهش رسیدیم که در خلال بس اگر لازم شد من خدمتتون توضیح میدم. سرویسی رو از تقریبا یک سال گذشته آغاز کردیم تحت عنوان سرویس شتاب دهی در سراسر استان‌های کشور. نمایندگان شرکت پست با پارک‌های علم و فناوری، با مراکز رشد ارتباط برقرار کردن. بیش از 60 تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده. تعداد زیادی استارتاپ امروز فعال شدن، از خدمات پستی استفاده می‌کنن. در گام اول برنامه اینه که از همین طریق ما استارتاپ هایی رو که به خدمات پستی کمک میکنن و مشارکت میکنن در توسعه خدمات پست حرکت میکنن. بحث تجارت الکترونیک در مأموریت شرکت قرار گرفت و شرکت پست دورنماش اینه که به عنوان سکوی تجارت الکترونیک قرار بگیره و بیش از 600 سرویس در این سکو به صورت استاندارد تعریف شده که با کمک و تعامل با بخش خصوصی میخوایم اینها رو توسعه بدیم. و دست آخر هم به این جنبندی رسیدیم که شرکت پست امروز دیگه این قابلیت رو داره، این بلوغ رو در خودش می‌بینه که یک مرکز نوآوری پست و لوجستیک و حمل و نقل پیشرفته برای خودش احداث کنه و در اون فضا صاحبان ایده و گروه‌های نوآور رو دعوت بکنه، اونجا مستقر بشن و رشد بکنن و شرکت‌های توانمندی در حوزه خدمات پست و لوجستیک برای کشور ایجاد بشه. من به حال عذرخواهی می‌کنم اگر این مدار از وقتم بیشتر صحبت کردم. در خدمت شما عزیزان هست. خب سپاسگزارم از حضرت عالی. عزیزانی که در خصوص مباحث ارائه شده توسط جناب دکتر قادری اگر مطلبی هست بفرمایند، اعلام آمادگی بفرمایند که روی خط بیان. اگر در پیج اینستاگرامی هم هستن کسایی رو بفرمایید که مدیران محترم استانها، رؤسای محترم پارک های علم و فناوری و
اعلام آمادگیتون رو در قسمتی که تعبیه شده بنویسید که ما پیجتون رو باز کنیم. آقای دکتر یه سوالی به ذهن بنده رسید. با توجه به این که فرمودین شرکت پست راغب هست که از بستر استارتاپ ها استفاده کنه، راه های پیشنهادیتون چی هست؟ چجوری براشون مشوق های تشویقی در نظر گرفته شده؟ آیا مشوقی هست که این شرکت ها رو ما با خودمون همراه بکنیم؟ بده این که سوال شما از مشوق شروع میشه، مثل اینه که آدم میخواد بره یه جنسی رو بخره قبل اینکه بپرسه قیمتش چنده، میگه تخفیفش چقدره، یعنی چقدر تخفیف میدید. ما باید ببینیم که اصلا این تعامل و این همکاری شرکتی مثل شرکت پست یا بیزینس های بالغ و صنعتی با کسب و کارهای نوپا چه آورده ای برای هر دو طرف میتونه داشته باشه. بعد اگر دیدیم این آورده بالانس نیست، اون موقع بگیم چطوری میتونیم بالانسش کنیم با یک مشوق هایی. اینکه از شروع کار بگیم مشوقی داریم، بیایم مثلا فلان، انگار مثلا طرف گزینه‌های مختلفی داره، میخواد انتخاب بکنه که حالا مثلا کدوم ارزان‌تره اتفاق بیفته. واقعیتش اینه که ذات همکاری صنعت جا افتاده و بالغ با استارتاپ ها بسیار امتیاز داره برای طرفین. برای صنعتی که بالغ هست، نوآوری خودش رو، توسعه بازار خودش رو، مهمتر از همه بقای خودش رو تضمین میکنه با همکاری با استارتاپ ها، که به نظر من از نظر استراتژیک اصلا جای تردیدی نیست که با هر آوانسی باید وارد این بازی و میدان بشه. در خصوص بحث استارتاپ ها، دسترسی به بازار، دسترسی به اون سرمایه موجود، اتصال به حال به بدنه صنعت و در قرار گرفتن در مینستریم بیزینس و ورود به اکوسیستم، یا حالا نقطه شروعی از تشکیل اکوسیستم، اینا مزایای بسیار بزرگی هستن. حالا میایم تعامل بکنیم، میبینیم که این تعامل ممکنه یا بالانس نباشه یا شدنی نباشه. اونجا باید ما بیایم به سمت مشوق ها و تسهیل کننده ها. اگر بالانس نباشه به این معنی که یکی خیلی بیشتر خوش به حالش بشه، ممکنه حالا بخش خصوصی یا استارتاپ خیلی خوش به حالش بشه یا این دولتی خیلی خوش به حالش بشه. مثلا بخش خصوصی میاد یه ایده نوعی رو میاره، یه کار جدیدی با شرکت میگه، شرکت میگه من یه قرارداد یه سال با تو میبندم، سال بعدم دیگه هر کی دلم خواست. خب این یک به حال رابطه ظالمانه ایه. خب از اون طرف یه وقتایی هست که دولتیه، مثلا میبینید شبکه بازار رو داره، دفاتر رو داره، بخش خصوصی میاد میگه من حتی فقط اینجا یه اجاره میخوام، اجاره مثلا میکنم اینجا، بعد میگه کل اون بیزنس رو در دست گیر، کل مشتری رو، یا میاد میگه که اجازه بده من یه نرم افزار واسطی درست بکنم، بعد یه ریال نپرداخته میشه شرکت پست، میشه شرکت ملی پست دو. خب این رابطه بالانسی نیست و باید مهارش کرد و به حال اصلاحش کرد. یه جایی هست که نمیشه، یعنی ما مشکل داریم در ارتباط برقرار کردن. میگه من پیر و او جوان و شتر گربه، قصه ایست سرد و خنک، مغازله پیر با جوان. یه شرکت بزرگ دست و با قوان دست و پاگیره، میخواد با یه استارتاپ چالاکی که اصلا پرسنلش یا اون هسته اولیش ممکنه قرار دادم نبستن با شرکت، رفاقتی جمع شدن، میخواد با این تعامل بکنه. بعد نمیدونم این میگه ضمانتنامه نمیدونم فلان، و اون میگه اصلا من حساب بانکی، من حقوق بچه‌هام هم کارت به کارت میکنم. ما اصلا حقوق نمیگیریم خودمون، بیایم بشینیم با هم تعامل بکنیم. خب اینا باید ما براش تسهیل کننده بذاریم. چه تسهیل کننده ها و مشوق هایی داریم؟ خب ما در حدی که مقدورات اجازه داده یه راه حلای پیش بینی کردیم، مثل اینکه اگر تضامنی هست تسهیل بشه، کمتر بشه عددش، به حال مدلش کاهش پیدا کنه. اگر سختگیری های روی حجم کار داریم، اینها رو یعنی میگیم اگر تو کمتر از انقدر سفارش داریم ما باید همکاری نمیکنیم، اینها رو برداریم، این اتفاق بیفته، اینها به حال. و در خصوص مشوق هم تا جایی که مقدور بوده ما سعی کردیم که هم توی بحث کاهش هزینه ها، هم بحث حالا اون تخفیف هایی که توی خدمات هست، و همون به حال رعایت این که اگر یک تعداد زیادی وجود داشت یک چیزی صرف داشت ولی با تعداد کم همون سرویس رو میدیم،
یعنی اون به حال صرفه بودن به خاطر مقیاس رو ما کنار میذاریم. اینا به حال مشوق هایی است که، ولی اینها محدود نیست، اینا چیزایی بوده تا امروز تست کردیم. به نظرم اگر دو نفر عزم کار کردن داشته باشن، من چند وقت پیش یه کار معذری داشتم، رفتم یکی از این دفاتر ثبت اسناد، یه خانم آقای اومده بودن، خانم اومد گفت من میخوام مهریه‌مو ببخشم. گفت چقدر؟ گفت 1372 تا. گفت کی ازدواج کردید؟ گفت هفته پیش. گفت داستان چیه؟ گفت به خاطر خانواده‌مون و عرف و این چیزا مجبور بودیم بگیم. آره ولی من قول دادم همین هفته بعدش میام مهریه رو میبخشم. خب یعنی میخوام بگم جوانای امروز خیلی خوش فکرن، میتونن اون به حال سنت‌ها رو خیلی قشنگ کنار بذارن. من خودم کیف کردم، گفتم چه عقلشون میرسه این دوتا که اومدن. بعد گفت من این دفتردار گفت خودت در ازاش چی میدی؟ گفت منم در ازاش حق طلاق میدم. گفتم خب خیلی آفرین، یعنی دوتا آدم عقلشون میرسه اون قوانین سنتی جامعه رو میشن با توافق حل میکنن، خب چرا ما نتونیم؟ پس میشه خیلی از مسائل رو حل کرد به شرط اینکه، حالا ما به دوستان و همکاران خودمون هم میگیم، فکر کن کسی که اومده واقعا برادر خودته، خواهر خودته، یه نگاه حمایتی داشته باش. دنبال این نباشیم که مانع ایجاد کنیم، دنبال این باشیم که تسهیل بکنیم. مطمئن باش اگه اون رشد کنه تو هم رشد میکنی، اقلنش اینه که اقتصاد کشور رشد میکنه، دیگه مشکل معیشتی نداری. اینو باید ما بفهمیم، اگر فهمیدیم خیلی مسائل هم میشه. ببخشید، سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید در خدمت جناب آقای دکتر اقبال خواه باشیم. آقای دکتر بفرمایید، خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که خدمت دوستان بزرگوار همکاران هستم و کسانی که احیانا از طریق شبکه اجتماعی دارن صدا و تصویر صدای ما رو میشنون و تصویرمون رو میبینن. خوش آمد میگم به آقای ملک محمدی که خدمتشون هستیم، زحمت کشیدن تشریف بردن. خب عمده عرایض رو که به صورت کلی و در واقع کلیات ماجرای تعامل شرکت ملی پست و شرکت های در واقع دانش محور و استارتاپ بود رو آقای دکتر قادری فرمودن. من سعی میکنم از یه منظر دیگه مسائلی رو مطرح بکنم. ببینید تو هر حوزه‌ای به نظر من مهمترین چیز شناخت توانمندی ها، نقاط ضعف، داشته ها و کمبود هایی که هر یک از طرفین در واقع تعامل دارن و با استفاده از این شناخت طراحی یک فضا، فضایی که مطلوب باشه که بتونه پیشبرد امور رو تسهیل بکنه. خب مهمترین چیزی که اینجا حائز اهمیته اینه که ما تو شرکت ملی پست سعی کردیم که این موارد رو احصا بکنیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو بدونیم، در واقع حدود و محدودیت‌های خودمون رو شناسایی بکنیم. حتما دوستان من توی شرکت پست که حالا توی این جلسه شرف حضور دارن میدونن که ما به عنوان یک شرکت حاکمیتی و شرکت دولتی محدودیت هایی داریم که عموما توی شرکت های خصوصی محدودیت ها وجود نداره. نهادهای نظارتی بر در واقع حسن رفتار ما نظارت دارن، مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی داخل خود مجموعه شرکت بود. به نظر من این برای مجموعه بزرگ و گسترده‌ای که گستره جغرافیایی خیلی بزرگی در اقصا نقاط کشور داره توی پست میتونه یه پوان مثبت هم باشه. صرفاً چیز مثبتی نیست، ولی گاهی اوقات معمولاً حرکت در این چارچوب‌ها باعث میشه که سرعت کار کم بشه. ما هم پذیرفتیم که این محدودیت‌ها وجود داره و در قالب این محدودیت‌ها، و حالا من شاید بهتر باشه این محدودیت رو اسمش بذارم چارچوب، در قالب این چارچوب حرکت بکنیم. نکته اینه که بعضن دوستانی که از بخش شرکت‌های خصوصی مراجعه میکنن به ما، هضم این چارچوب براشون کمی سخته.
عموماً باعث میشه که احساس بکنن که نمیخوایم کاری انجام بشه یا شکلش درست انجام نمیشه و یا مطلوب اونها نیست ریتم حرکتی که توی این حوزه اتفاق میفته. ما در واقع اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، اینو بیشتر خطاب صحبتم شرکت‌های بخش خصوصی هست، اگر یک امتیاز و پوانی رو در مجموعه شرکت پست که متعلق به شرکت پست هست اگر بخوایم در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم، دو تا راه بیشتر نداره. یا باید امکان عرضه این در واقع موضوع به هر کسی که متقاضی اون هست باشه، که این از طریق یه فراخوان عام اتفاق میفته، مثل اینی که ما بخوایم نمایندگی پستی اعطا بکنیم، یه شرایط چارچوب رو تدوین بکنیم، بگیم هر آن کسی که این شرایط چارچوب رو داشت، مستقل از این که در واقع چه ارتباطاتی داره و از طرف کی معرفی شده، میتونه نماینده شرکت پست باشه، به معنی مثال ساده. اما اگر در واقع بخوایم یک قابلیت رو، یک موضوع رو به صورت خاص در اختیار یک یا چند مجموعه بخش خصوصی قرار بدیم، راهکارش فقط مزایده و مناقصه است. این یکی از مواردیه که هضمش توسط شرکت‌های بخش خصوصی سخته، ولی بالاخره به نظرم از فساد جلوگیری میکنه، از رانت جلوگیری میکنه و مجموع این شرایطی که عرض کردم باعث میشه که یه فضای ایجاد بشه که حالا حداقل زد و بند و ساخت و پاخت و رانت و اینها توش به وجود نمیاد. اما چند جمله میخوام در مورد فضای اقتصادی حوزه پست و لوجستیک عرض بکنم. خب مزایایی که این فضا داره، این اکوسیستم داره، گردش مالی خیلی زیادشه. خیلی گردش مالی که تو حوزه حمل و نقل بار و کالا تو کشور وجود داره، گردش مالی خیلی خیلی زیادی و این خودش حوزه سرمایه گذاری رو و ورود رو برای شرکت های استارتاپی میتونه جذاب بکنه. ملموس بودن عملیات پستی یکی از مزایاشه، یعنی شاید خیلی لازم نباشه شما سواد آکادمی که خیلی زیادی داشته باشید تا فرایندهای پایه پستی رو بتونید هضم و درک بکنید. بازار تو این حوزه به شدت تشنه است، خیلی از مردم تشنه دریافت خدمت خوب هستن و خب در واقع نگاه سنتی که پیش از این تو این حوزه حمل و نقل بار و کالا تو کشور حاکم بوده باعث شده که یه تشنگی ذاتی برای بازار شرکت ملی پست و بازار حوزه حمل و نقل به خصوص تو حوزه خرده بار ایجاد بکنه. از طرفی ما خودمون تو شرکت پست، در شرکت پست معتقدیم که اگر یک سرویس موفق مبتنی بر مشارکت با شرکت‌های بخش خصوصی ایجاد بشه ماندگارتره. شما نگاه بکنید در مجموعه های دولتی معمولا سیاست های کلان متاسفانه با عوض شدن یک دولت به دولت دیگه تغییر میکنه. یک مدیر عامل جابجا میشه، کلی سیاست ها ممکنه دستخوش تغییر بشه. اما اگر بر اساس یک مشارکت سالم و دقیق، اونم از منظر حقوقی و با چارچوب رعایت چارچوب های قوانین مقررات شکل بگیره، عمدتا فکر میکنم که سرویس ماندگارتر، با کیفیت‌تر و با ارزش‌تری به مردم میتونه ارائه بشه. اما عیبش چیه؟ به این در واقع فضا، صنعت پست، صنعت حمل و نقل، صنعت سختیه، صنعت ظریفی نیست، حجم کار توش زیاده، به تبع کسی که میخواد تو این حوزه ورود پیدا بکنه حجم سرمایه‌گذاری بیشتری هم باید داشته باشه. این که در واقع یه نفر با یه عددهای کم یا با حجم کار کمی بخواد وارد بشه و تبدیل بشه یه بازیگر عمده تو این صنعت، به نظرم حداقل از نظر من خیلی غیر ممکنه. تو حوزه حمل و نقل معمولاً حاشیه‌های سود کمه، یعنی شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دنیا رو نگاه بکنید حاشیه‌های سود 10-15% بیشتر ندارن. اون چیزی که صنعت حمل و نقل رو، صنعت لوجستیک رو، صنعت پست رو جذاب میکنه اکونومی آف اسکیل
که این حاشیه کم در تیراژ بسیار بالا ضرب میشه. یعنی تا وقتی که این تیراژ بالا ایجاد نشه، عموما ممکنه که صنعت، حتی صنعت زیاد در واقع شرکت، شرکت زیاندهی باشه. ایراد بزرگ دیگه‌ای که وجود داره اینه که این موضوع، این صنعت حمل و نقل، پست و لوجستیک در کشور به صورت آکادمیک و علمی رشد نکرده. یعنی بعد از اون فکر میکنم اتفاقاتی که افتاد در اواسط عمر دوره تأسیس شرکت پست، حدود فکر میکنم 60-70 سال پیش بود که بنیاد شارلمانی مستندات خیلی تکمیلی رو، خیلی مفصلی رو در خصوص ارائه خدمات پستی داد. فکر میکنم که در کشور خیلی به صورت علمی این قضیه رشد نکرده. اینم از نقاط ضعف این ماجراست. تو حوزه های حمل و نقل بحث های امنیتی خیلی مهمه. تیراژ حمل کالا وقتی زیاد میشه، ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی خیلی جدی هست. شاید این برای بچه های شرکت های خصوصی خیلی در واقع ملموس نباشه، پیه این دوستان به تنشون نخورده، ولی به محض اینکه در واقع تیراژ حمل و نقل بار زیاد میشه، ورودشون در واقع چشمگیر میشه. رگولیشن، قانونگذاری مهمه. فکر میکنم هنوز تو این حوزه ضعف داریم. خیلی بچه های سازمان تنظیم مقررات دارن سعی میکنن که این خلأ رو بپوشونن. از حدود 4-5 سال پیش که بنابراین شد که اپراتورهای بخش خصوصی با پروانه رسمی وارد بازار بشن، خلأ این موضوع بیشتر احساس شد، در واقع خلأ قانونگذاری تو این حوزه، و میدونم که کماکان هم مشغول این ماجرا هستن. عرضم به حضورتون که به عنوان در واقع یک مشورت به دوستان، احساس میکنم که باید بگم ما تو حوزه تکمیل زنجیره ارزشمون خیلی کمک لازم داریم، به کمک دوستان استارتاپی رو نیاز داریم. من خاطرم هست سال 97 که وارد مجموعه پست شده بودیم، دوستان اصرار داشتن که پیک شهری راه اندازی بکنن. ما هم میگفتم بریم سرویس پوینت تو پوینت یا در واقع هند تو هند راه اندازی بکنیم. اون موقع من و آقای دکتر قادری خیلی تلاش کردیم که دوستان رو متقاعد کنیم که این تجربه از قبل محکوم به شکست است. ما مزیت رقابتی زیاد، اصلا مزیت رقابتی نسبت به مجموعه خصوصی نداریم در مقابل الوپیک، سناپ باکس و میاره و چیزایی از این دست. حتما شکست میخوریم، چون اونها روی کردشون روی کرده پلتفرمی بود، سازوکار استخدام نیروی انسانیشون، سازوکار پرداختی که بهشون داشتن، سازوکار نظارتیشون کاملا متفاوت با سازوکارهایی که توی مجموعه دولتی وجود داره. فریلنسینگ اونجا معنی داره. ما اینجا نه یک کارمندمون باید بیاد 8 صبح کارت بزنه و 4 بعد از ظهر باید خواهش کنیم ازش که آیا بیشتر بمونه یا نمونه. در صورتی که تو کسب و کار پلتفرمی ممکنه یه نفر احساس بکنه که دوست داره ساعت 8 و 9 شب کار بکنه، یکی دوست داره شب ساعت 2 بازی بارسلونا و رئال مادرید رو نگاه کنه، 10 صبح شروع کنه به کار کردن. این تو حوزه ساختاره. عرض کنم که دولتی نمی گنجید و اون موقع من و دکتر قادری خاطرم هست که خیلی تلاش کردیم که جلوی این کار رو بگیریم. خوشبختانه این اتفاق افتاد. تجربه تلخ کارپینو به نظرم خیلی کمک کرد به ما که با یه نگاه حاکمیتی و دولتی نمیتونستیم بریم به رقابت با بخش خصوصی، و به صورت کلی واقعا تمرکز کردیم که هر سرویس جدیدی رو، هر کاری رو که در واقع میخوایم شروع بکنیم، بسنجیم که آیا این کار رو خودمون انجام بدیم توش مزیت رقابتی داریم یا نه، و اگر نداریم کدوم بخش خصوصی میتونه تو چه حوزه‌ای به ما کمک کنه که در نهایت یه سرویس خوبی رو به مردم بده. تو حوزه‌های عملیات، حوزه‌های آی‌تی و حوزه‌های تکمیل اینها، یعنی ترکیب اینها که آی‌تی و عملیات با هم باشه، خیلی جای کار تو حوزه پست وجود داره. اما نکته خیلی مهم اینه که خیلی از دوستان به ما مراجعه میکنن. همین دیروز یه دوستی به من مراجعه کرده بود، خیلی هم در واقع با دلای زرورق صحبت میکرد. من یه ایده ای دارم که خیلی ایده خوبی و در واقع تا حالا اجرا نشد و اینها. حالا مضاف در واقع نگفته نموند که ایدهش دو سال گذشته هم یه مجموعه مراجعه کرده بودم با همین ایده مشابه. منتها نکته اینه که در شرکت پست
ما قابلیت خرید سهام، مشارکت سهم در شرکت ها رو نداریم و عمدتا قابلیت سرمایه گذاری رو هم نداریم. سرمایه گذاری به عهده بخش خصوصیه، یعنی تو طرحهای کلان کشور هم این طرح تریپل پی که در واقع الان هی تشویق میکنه دولت که این کار انجام بشه، بحث اینه که میگن شما سرمایه گذاری رو و مدیریت اون در واقع خدمت رو سرویس رو بذارید به عهده بخش خصوصی و شما رگولیشن رو و پروتکشن رو و بازار رو سعی بکنید برای این مشارکت داشته باشید. الان خوشحالم که خدمت آقای ملک محمدی از مجموعه تاپین هستیم. خب ما امیدواریم این اولین جلسه از مجموعه جلسات چهارشنبه های استارتاپی پست، اولا امیدوارم که خدا توفیق بده این ادامه پیدا بکنه، دوم امیدوارم که رونقش بیشتر بشه، هم تعداد شرکت کنندگان آنلاینش، مستمعینش و هم تعداد مشارکت کنندگانش در پنلش. آقای ملک محمدی از این باب که تجربهشون حداقل سابقه همکاریشون با پست خیلی بیشتر از سابقه حضور من حداقل در شرکت ملی پست هست، من قبل از جلسه غیر رسمی عرض کردم که ایشون شناختش گاهن تو بعضی حوزه از پست بیشتر از حداقل بنده هست و تجربه خیلی موفقی هم تو برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب با ایشون داشتیم. تصمیم گرفتیم که از ایشون توی جلسه اول دعوت بکنیم که خدمتشون باشیم. شاید برای دوستان سوال باشه که چرا مجموعه تاپین، چرا مجموعه دیگه نه. اول اینکه ما کاملا گاردمون بازه و هر کسی که دوست داشته باشه ما شرکت کنه توی این جلسات با آغوش باز قبول میکنیم و خواستم در واقع دلیل این انتخاب رو داشته باشم. ما تجربه های موفق و ناموفقی داشتیم تا همکاری با بخش خصوصی، همکاری با مجموعه تاپین و چند مجموعه دیگه جزو مجموعه های همکاری های موفقی بوده که در واقع مشارکت و همکاری ما با مجموعه شرکت خصوصی در نهایت منجر شده به این که مردممون خدمت خیلی خوبی ببینن بگیرن. نمایشگاه کتاب همونجور که عرض کردم تجربه خیلی موفقی بود، مردم احساس کردن که سرویس خیلی خوبی میتونن ببینن بگیرن. امیدوارم که این همکاری مداومت داشته باشه، بیشتر بشه، نه تنها این همکاری بلکه حضور شرکت‌های بخش خصوصی، برای اینکه ما زنجیره ارزشمون رو تو شرکت پست بتونیم تکمیل بکنیم. خیلی متشکرم بابت وقتی که به من داد. سپاسگزارم از جناب دکتر اقبال خواه عزیز. آقای دکتر، یکی از عزیزان سوال کردن، جناب آقای مهندس فیروزیان از شرکت سامانه پرداز آریس سوال کردن که یکی از پایه‌های کسب و کار در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان داده است، در این زمینه پست چه تمهیداتی برای توسعه پلتفرم کسب و کاری در نظر گرفته؟ حالا اگر تمایل داشته باشه شما یا آقای قادری هر کدوم بفرمایید. گفتن هر یک از عزیزان که تمایل داشته باشن. آقای دکتر بفهم. خب در خصوص بحث داده و بهره برداری از داده ها، اولین پیش نیازی که ما لازم داریم اینه که ما سامانه هایی داشته باشیم برای جمع‌آوری و بعد پردازش داده. داده های شرکت پست به سه دسته تقسیم میشن. یکی داده های موقعیت مکانی هستن که پایگاه داده کد پستی و نشانی استاندارد مکان محور ما یا همون جینف هست. این پایگاه داده به خودی خود حدود نزدیک 60 میلیون رکورد داره و به خودی خودش خیلی ماهیت بیگ دیتا نداره، ولی سرویس گیرنده هاش ماهیت کاملا به حال بیگ دیتا دارن. تقریبا امروز بیشتر از 170 دستگاه دولتی و شرکت خصوصی دارن از این پایگاه استفاده میکنن و مدام به غنای این پایگاه هم داره استفاده اضافه میشه. پایگاه دیگه ای که ما در شرکت پست داریم پایگاه داده سیر مرسولاتمون هست که امروز خودمون بهره برداری که داریم میکنیم برای بهینه‌سازی عملیاتمون هست. باز دوباره روی این موضوع ما مدام به حال در حال توسعه این پایگاه هستیم و حتی امسال خوشبختانه در حال جذب چند نفر عضو هیئت علمی به عنوان فرصت مطالعاتی هستیم که بخواد روی این کارهای حتی پژوهشی خیلی سطح بالایی را انجام بدن.
و پایگاه سوم ما پایگاه داده مشتریانمون هستن که امروز پایگاه داده مشتریان ما بیشتر مربوط میشه به مشتریان تجاری ما. البته مشتریان تجاری بودن 60% مشتریای ترافیک ما رو دارن. ولی در خصوص مشتریان تجاری ما این پایگاه داده مشتریان رو داریم. اما برای اینکه بتونیم هم خودمون خوب بهره برداری کنیم، هم این سرویس رو در اختیار مجموعه‌های بیرون از خودمون قرار بدیم که بتونن استفاده بکنن، نیازمند این هستیم که پلتفرم نرم افزاری یک پارچه و قوی داشته باشه. این داده‌ها در اون پلتفرمه که نشست میکنن. امروز نرم افزارهای ما چون به مرور توسعه پیدا کردن شاید اون قابلیت رو ندارن که با قابلیت دسترسی و سرویس صحی بالا از این داده‌ها استفاده بشه، که خود این توسعه پلتفرم هم در دستور کار گذاشتیم، الان در فرایند مناقصه هست و انشالله شرکتی که برنده بشه این رو توسعه بده، ما میتونیم به این داریم فکر میکنیم که ما داده های خودمون رو به شکل سرویس هم در اختیار بخش های مختلف قرار بدیم. الان به صورت موردی اگر کسی متقاضی باشه ما میتونیم در فضای حالا تعریف شده ای روی پایگاه داده بهش سرویس های مشخصی رو ارائه بکنیم روی این سه موردی که عرض کردم. متشکرم از حضرت عالی. خب در خدمت جناب مهندس ملک محمدی خواهیم بود، مدیر محترم شرکت تاپین. خدمتتون هستیم آقای مهندس. در ابتدا تشکر میکنم از مجموعه پست که ما رو لایق دونستن و تو این مراسم دعوت کردن و خیلی خوشحالم که شرکت ملی پست برای پروژه ستاپ پارک‌های علم و فناوری رو انتخاب کرده، چون مجموعه ما هم مجموعه بود که از پارک علم و فناوری شروع کرد. ما سال 98 از پارک علم و فناوری استان همدان با یه حمایت فکر کنم 10 میلیون تومانی شروع کردیم به ارائه خدمات پستی و سال 90 فکر کنم 2 یا 3 بود به عنوان فناورین برتر پارک علم و فناوری انتخاب شدیم. و به نظرم پارک های علم و فناوری یکی از مهمترین ارکان هایی هستن که میتونن حمایت کنن از استارتاپ ها، و امیدوارم پست وارد بحث شتاب دهنده اختصاصی نشه. وقتی که ما تو کشور این تا شتاب دهنده داریم که دارن فعالیت میکنن مثل همین پارک های علم و فناوری و اینها، اگر از اونها حمایت کنه نتیجه خیلی بهتری میگیره و خیلی اینجای خوشحالی داره که پست این مسیر رو انتخاب کرده برای حمایت از استارتاپ ها. مجموعه ما تقریبا 10 ساله داره با پست همکاری میکنه تو حوزه اختصاصی تجارت الکترونیک. خب فراز و نشیب های خیلی خیلی زیادی ما داشتیم تو این مدت که بیشتر مانع بوده تا حمایت، ولی خب بخش خصوصی ویژگیش اینه دیگه، خودش رو با شرایط وقف میده و تلاشش رو میکنه که ساختارها رو بازنگری و اصلا بازسازی کنه. اگر من میخوام در مورد تجربه چند ساله با مجموعه پست یه سری مطالب بگم، حالا شاید به درد دوستان هم بخوره. بخش خصوصی با پست تو 3 محور کلی داره چالشه. یکی نظام امتیازدهیه، یعنی بخش خصوصی چالشی با خود بدنه شرکت ملی پست داره که این چالش باعث میشه که بدنه پست بیاد با بخش خصوصی رقابت کنه، یعنی باش همراهی نکنه، چون که نظام امتیازدهی پست به مناطقش بر اساس ترافیک اون منطقه است و وقتی بخش خصوصی وارد این داستان میشه ترافیک منطقه رو میکشه سمت خودش، و به خاطر اون ویژگی اجایل بودن بخش خصوصی خیلی سریع این کار رو انجام میده و این خودش یک چالش و یک رقابتی بین بدنه و منطقه و اون بخش خصوصی ایجاد میکنه. این اتفاق بیشتر تو بحث ترافیکی میفته، یعنی حالا خدمات ارزش افزوده پست جای خودشو داره. بعد آیتم بعدی که خیلی تو بخش خصوصی تاثیر میذاره بحث قیمت گذاری و نظام قیمت گذاری در پست، چون در شرکت ملی پست حالا قبل از این جلسه قبل این جلسه شروع بشه خبر خوبی های دکتر اقبال خواد دادن در مورد این قضیه، ولی تا قبل از این
اتفاق فکرم دیروز یا پریروز نظام نرخ گذاری پست برایش بخش خصوصی برابر نبود، یعنی این اختلاف امتیازهایی که بین مسیرهای ورودی بود، مثلا دفاتر پیشخوان، باجه‌های پستی، مناطق، باعث میشد که بخش خصوصی نتونه ترافیک زیادی جذب کنه، چون که مثلا تا یه مرحله با بخش خصوصی کار میکردن، از یه لولی که بزرگتر میشدن، چون میتونستن برن از پست آفر بهتری بگیرن، تخفیف بهتری بگیرن، از بخش خصوصی خارج میشدن، مستقیم با پست کار میکردن و همیشه مشتری هایی که ترافیکشون خیلی خرد بود میموند برای بخش خصوصی، مثلا شرکت های مشابه ما و حالا شرکت هایی که ترافیکشون بیشتر بود میرفت مستقیم با پست کار میکرد. و یکی از نکاتی که حالا باز نکات کلیدی هستش تو این بحث آماده نبودن بدنه پستی برای اتصال به استارتاپ ها. حالا ما هرچین جلسات رو بیشتر با دوستان میریم، بخش مدیریتی شرکت ملی پست این طرز فکر رو خوشبختانه دارن که بخش خصوصی می کمک کننده شرکت ملی پست باشه، ولی در بدنه پست این تفکر هنوز نهادینه نشده، یعنی خیلی فاصله داریم با اینکه شرکت های خصوصی رو بازوهای اجرایی خودشون بدونن، یعنی بدونن که اینها هدفشون کمک و جذب ترافیک برای مجموعه پست هستش، حالا تو هر حوزه، حالا ممکنه ترافیک مرسولات باشه یا ترافیک خدمات باشه. ما تو تجربه مشابهی که یعنی یکی از تجربه موفقی که ما با بخش خصوصی همکار پست داشتیم تو نمایشگاه کتاب برای استخراج موقعیت ناشرین برای سرویس دهی بود، حالا یکی از بخش‌های خصوصی فرام مفتاتایار بود که با پست کار می‌کرد، ما از دو مسیر وارد شدیم برای گرفتن این اطلاعات، خود مجموعه پست و مبتاتایار مجموعه پست که هنوزم بعد از نمایشگاه تمام شده هنوز در اختیار ما نذاشته، ولی مبتاتایار با فاصله فکر کنم 2 تا 3 ساعت اطلاعات رو در اختیار ما گذاشت و خب خیلی اتفاق خوبی بود و اجایل بودن بخش خصوصی رو نشون میده، چون زینف هستش، یعنی هر تراکنش ایجاد کنه زینف هست تو این قضیه. این اتفاقی که باید حتما تو مجموعه پست بیفته این که بدنش هم مسیر بشه با بخش مدیریتش، یعنی بدونن که بخش خصوصی برای حمایت از این داستان اومده. یکی از مسیرهایی که حالا به نظر من باید توش تجدید نظر کنم پست، بحث بخش خصوصی دو حالت با پست میتونن همکاری کنن، یا استفاده کننده از خدمات هستن یا توسعه دهنده خدمات پستی هستن. یکی از چالش هایی که ما الان تو مجموعه پست داریم که این دوتا گروه یک جور دیده میشن، یعنی کسی که سرویس گیرنده است با کسی که توسعه دهنده است، اینا با یه دید تو مجموعه پست دیده میشن، که باعث شده که به طور مثال الان پست میخواد به فروشگاه های اینترنتی که یه سری کسب و کار، حالا اسمشو اون هم اسمشو بذاریم استارتاپ، سرویس بده، و یک سری شرکت هایی مثل امثال شرکت ما که تعدادشون هم کم نیست، اینها توسعه دهندن و واسطه بین پست و کسب و کارها. حالا این وسط چه اتفاقی میفته؟ این مشتری که کسی که میخواد حالا در اصل صاحب کالا هست، میخواد خدمات بگیره، یه سردرگمی براش ایجاد میشه که آقا من خدماتم رو باید از شرکت های توسعه دهنده خدمات پستی بگیرم یا خدماتم رو برم مستقیم از پست بگیرم، که این قضیه الان یکی از چالش های اصلی شرکت، یعنی بخش خصوصی، که فکر کنم تا این مشکل حل نشه تو مجموعه پست هیچ بخش خصوصی نمیتونه فعالیت کنه، چون هیچ بخش خود، یعنی هر هیچ اصطلاح بگم بازار یا بازارساز نمیتونه با صاحب بازار رقابت کنه، چون بخش دو پست صاحب خدماته و ما توسعه دهنده ایم و همیشه نرخ تعیین کننده دست کسیه که خدماتو داره ارائه میده، یعنی هر جا که اراده کنه که این مشتری خوبیه، خیلی راحت با کاهش تعرفه ها مشتری رو جذب خودش میکنه. یعنی این چالش اصلی که برای که بشه این همکاری با بخش خصوصی تو پست توسعه پیدا کنه، این که تکلیف و وضعیت ارتباط صاحبان کالا با
توسعه دهندگان و واسط های خدمات پستی مشخص بشن. در پایان باز تشکر میکنم از مجموعه پست به خاطر خدمات خوبی که به ما ارائه کردن و همچنین مسیر خوبی که در استفاده از پارک‌های علم و فناوری پیش گرفتن که مطمئنم باعث میشه که خیلی سریع استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال تو پارک‌های علم و فناوری بتونن وارد چرخه پستی بشن و خدمات رو توسعه بدن. سپاسگزارم از جناب آقای مهندس ملک محمدی عزیز. دوستان اگر از این برادر سوالی دارن بفرماین که خدمتشون باشه. بله بفرمایید. آقای قادری من هم یه سوال دارم که یه سوالی مطرح کردن آقای ملک محمدی که هم مسیر کردن بدنه با مدیریت. این رو هم بی زحمت اگر امکان داشته باشه پاسخ بدید بفرمایید. خب من چند جمله می‌خواستم عرض بکنم در مورد مواردی که آقای ملک محمدی فرمودن. اول اینکه خب ایشون خیلی حوزه همکاری پست و استارتاپ ها رو متمرکز کردن تو حوزه مارکتینگ، یعنی و جذب مشتری. یعنی تمرکز آقای ملک محمدی اینطور بود که سرویس هایی در پست وجود داره و حالا برخی استارتاپ ها میان برای عرضه این به مردم کمک میکنن. ایشون درست میگن. حالا اگر این محدودیت رو بذاریم کنار که من عرض کردم تو حوزه‌های بسیار زیادی از جمله خلق یک سرویس جدید و تکمیل زنجیره ارزش ما آمادگیشو داریم که همکاری بکنیم، تو این حوزه‌ای که آقای مهندس فرمودن فرمایششون 100% درسته. ما تقریبا یک سال خون دل خوردیم که بیش از یک سال، حالا خود چیز شاید از شهریور پارسال، مرداد پارسال 98 به صورت جدی این قضیه شروع شد. ما کانال‌های فروشمون یک دست نبودن، متمایز بودن. بعضی از مسیرها اگر مشتری میرفت از اون طریق میومد میتونست خدمت پستی رو با ارزش با در واقع تعرفه کمتری خریداری بکنه و بنابراین دوستان، حالا دوستانی مثل مجموعه تاپین و یا بقیه چند تا شرکت دیگه می اومدن به ما مراجعه میکردن، گفتن ما رفتیم مراجعه کردیم، مشتری رو در واقع متقاعد کردیم که بیاد از پست سرویس بگیره، ولی بعد از دو سه ماه که با ما کار کرده، تیراژ کارش زیاد شده، کارش که گرفته چون دفتر پیشخوان 30% تخفیف داشته رفته با اون کار میکنه و ما هم تقریبا هیچ سازوکاری نداشتیم که بتونیم پروتکت بکنیم، محافظت بکنیم از این کانالای فروشمون که عمده کار مارکتینگ و بازاریابی رو مجموعه دوستان انجام داده بود. کلیاتش رو عرض بکنم که خیلی خیلی کار سختی بود. ما در واقع سعی کردیم که اولا خب یه عده‌ای بودن، مجموعه شرکت‌هایی بودن که حال تو دوره‌های گذشته بنا به حالا یا چی بگم، حالا تسامح همکاران ما یا توصیه‌ای شده بود یا به یه جایی وصل بودن یا هر جوری شبیه این بود، خب پوانای زیادی گرفته بودن، در سطح تخفیف زیادی تو قراردادشون داشتن. اون قراردادها یا الحمدلله منقضی شدن، برخیش رو در واقع فسخ کردیم، وارد فاز حقوقی شدیم. برای دفاتر پیشخوان مدل‌های جدی با همکاری سازمان تنظیم درآوردیم. دفتر پیشخوان از نظر ما دفتری است که برای افزایش دسترسی آحاد مردم به سرویس‌های پستی ایجاد شده. دفتر پیشخوان قرار نیست خارج از حوزه دفتر پیشخوان بره فعالیت داشته باشه. این دقیقا مطابق با نظریه سازمان تنظیم هست که مجوز دفاتر پیشخوان رو صادر میکنه. خب این در واقع همفکری که با مجموعه سازمان تنظیم مقرر داشتیم، این محدودیت هایی رو سعی کردیم یا توافقاتی رو سعی کردیم که با دفاتر پیشخوان داشته باشیم. یه امتیازات یکسان و ثابتی رو برای کانال‌های تجارت الکترونیکمون در نظر گرفتیم. انشالله از ابتدای سال 1400 عملیاتی میشه. سعی برای اینه که یک زمین رقابت هموار و یکسانی رو برای همه دوستان ایجاد بکنیم. ما بریم تمرکز بکنیم تو حوزه بهبود کیفیت، افزایش ظرفیت، مشتری مداری و خب این
مجموعه هایی مثل مجموعه تاپین که سرویس ما رو میفروشن بتونن برن و بازار رو برای ما گسترش بدن. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. متشکرم. آقای دکتر فرمایش دارید بفرمایید. خدمت های دکتر قادری هست. بفرمایید. ضمن تشکر از هر دو عزیزی که در خدمتشون هستیم، آقای ملک محمدی و آقای دکتر اقبال خواه، من به نظرم رسید چند تا مطلب رو باید اضافه کنم. حالا هر سه تا موضوعی رو که موضوع رقابت با بدنه، نظام تعرفه گذاری و آماده نبودن برای اتصال با استارتاپ ها مطرح فرمودن، به نحوی همش یه جوری برمیگشت به همون بحث نظام تعرفه و همش متأثر از اون قضیه است. واقعیت ما با این پیش‌فرض که بخش مثلا حالا فناوری‌های نوع ما یا بحث ارتباطات الکترونیکی ما یا گیت‌وی ما ارزش افزوده‌های ایجاد می‌کنه، تعرفه مساوی با عملا همون چیزی که پست داره از مردم مستقیم می‌گیره به این دوستان داده می‌شد و انتظار بود با اون ارزش افزودهش جبران کنه، ولی دیدیم که فعلا این ارزش افزوده یا آنقدر بزرگ نیست یا مهم نیست برای جامعه مخاطب که بخواد این تفاوت رو پرداخت کنه. بنابراین اون بالانسی که دکتر اقبال خواه فرمودن رو با یه مقدار کاهش تعرفه های این بخش انجام دادیم که توسعه پیدا کنن و رشد پیدا کنن تا زمانی که برسیم به این که دوباره اون ارزش افزوده اینها انقدر ملموس باشه و انقدر مردم به اون عادت کرده باشن و انقدر دوست داشته باشن اون رو که بتونن بهای اضافه تری رو براش بپردازن. بنابراین اینجا به نحوی ما داریم حمایت میکنیم که چندین و چند به حال شرکت همین الان داریم، یعنی شرکت تاپین تنها مجموعه، ولی چندین و چند شرکت جدید حدود 70 چند تا 73-74 تا هستن، یه 73-74 تا دیگه هم تا یکی دو سال آینده به همین شکل اضافه شن و همینا هم انشالله رشد بکنن. اما یه مطلبی رو اشاره فرمودن، این که استفاده کننده رو با توسعه دهنده یک جور دیده میشه. بده این، حالا من داشتم یک مطلبی رو میخوندم، ده واژه پرکاربرد حالا بیزینسی توی ایالات متحده، یکیش واژه پارادایم شیفت بود. یعنی امروز خیلی میشنوید تو کسب و کارها صحبت از پارادایم شیفت یا به حال تغییر پارادایم. اینم یک پارادایمیه که عوض شده. امروز در دنیای اقتصاد دیجیتال خیلی دیگه استفاده کننده با توسعه دهنده بینشون تمایز قائل نمیشن. مفهوم خلق مشترک محصول رو ما داریم. وقتی رویکرد پست پلتفرمی هست، ما دیگه شما رو به عنوان مشتری خودمون میبینیم که خودتون توسعه دهنده هم هستید. حالا یا اند یوزر هستید یا اند یوزری هم ممکنه خودتون داشته باشید. شما محصول رو از ما، خدمات رو از ما میخرید و خودتون یه چیزی روش میذارید، تغییر میدید، به دیگری میفروشید یا همون کارم نمیکنید، خودتون مستقیما مصرفش. بنابراین این ذات اقتصاد پلتفرمیه که به این سمت میره و باید همه بهش عادت بکنیم. خوشبختانه همین نگاه کلید حل مشکل ما هم هست برای اتصال با استارتاپ ها. چون اگر ما بخوایم شما رو به عنوان توسعه دهنده انتخاب کنیم، قانون داره میگه که شما باید مناقصه کنید. مناقصه خودش بدترین نوع انحصار رو ایجاد میکنه. وقتی یه نفر برنده شد، برای اون یه نفر انحصار درست شده دیگه. دیگه نمیتونید که بگید دو تا برنده داشت در یک موضوع، در یک ریجن. این که شما به عنوان مشتری دیده میشید در حوزه پلتفرم، این چالش رو حل میکنه که ما بتونیم بدون این که بخوایم مناقصه بکنیم یا درگیر بشیم، شما مشتری ما هستید، بگید خدمات رو ببر. دومی هم بیاد همونه. ما تونستیم با 73 تا 4 تا مجموعه کار کنیم به واسطه اینکه شما رو مشتری خودمون دیدیم. اگر می‌خواستیم بگیم توسعه دهنده، شما می‌شدید یکی از اون شرکت‌های حوزه فناوری ما. تو هر موضوع یه شرکت، حدود 30 تا شرکتن، 70 خورده سامانه رو دارن مدیریت می‌کنن. و یه جوری هم شده هم برای ما بده، یکیش عوض می‌کنه، یکیش مشکل دار میشه، ورشکست میشه، دوباره داستان میشه برای ما فلان. همین که خود شرکت هم رشدی نمی‌کنه. یک فقط شده کارمنده و حال ما به صورت پیمانکاری. خیلی اون فضای همکاری و توسعه اتفاق نمی‌افته. بنابراین اصلا نگاه ما همینه. چالشش چیه؟ چالشش اون بحث تعرفه هست که ما باید اونو بریم درست کنیم. این که شما مشتری دیده بشید به نظر من اتفاقا یک کلیده، یعنی شاه کلیده تعامل با بخش خصوصی این هستش که ما بخش خصوصی که توسعه دهنده هست رو هم مشتری خدمات خودمون ببینیم. ما خدماتمون رو به اون میفروشیم، اون خدمات خودش رو بهش اضافه میکنه، به مشتری بعدی ارائه میکنه.
ممنونم از وقتی که اومد. متشکرم. آقای دکتر قادری، یه نفر از عزیزان جناب آقای شاکری در پیج اینستاگرام پرسیدن برای اوپن اینوویشن و نوآوری باز چه کارهایی انجام شده؟ ببینید، مدل نوآوری باز که امروز خیلی هم بر شاید دنیا روش تاکید میکنه، یه مقدار باید پذیرشش هم در خود اون سازمان باشه. امروز دستگاه‌هایی از مدل نوآوری باز دارن استفاده میکنن که به حال واحدهایی یا به حال آمادگی در خود بدنش وجود داره برای استقبال از نوآوری. ما باید در گام اول، حالا همون 2 سال پیش که ما تقریبا کارمون رو شروع کردیم، پیشنهادهای زیادی بود برای ایجاد مراکز یا به حال استفاده از نوآوری باز. منتها ما به این نگاه کردیم که آره، حالا نوآوری هم پیشنهاد شد، آیا محیط توسعه استخدام این نوآوری رو هم در مجموعه داریم یا نه؟ بنابراین این رو یه مقدار ما به تأخیر انداختیم. گفتیم اول باید اصلا مجموعه بدنه خود پست یه تکونی بخوره و حال بیاد توی فضای و حال جدید، بیاد مهاجرت بکنه به دنیای اقتصاد دیجیتال، عزم سفر بکنه، حالا در این راه به نوآوری احتیاج خواهد داشت. چیزی که امروز در شبکه پستی رایج هست در حد همین نظام پیشنهاداتی که خیلی از دستگاه‌ها دارن از اون مدل داره استفاده میکنه. اما موضوع مرکز نوآوری شرکت پست که من عنوان کردم که در شرف تأسیسش هستیم، این مرکز نوآوری با اون بحث شتابدهی فرق میکنه. این اون مرکزیه که ما اگر به حال ایده ها یا به حال مطالبی بود که میخواست انجام بده، بتونیم مدل نوآوری بازمون رو در این مرکز نوآوری به بلوغ و ظهور برسونیم. چرا که خود شبکه پست ذاتش بیشتر عملیاتی و ستادیه، آرندی طور نیست که بخواد ایده‌ای که میاد رو بتونه سریع دپلویمنت کنه و استفاده کنه. بنابراین امروز شاید بیشتر این نظام ما به نظام پیشنهادات منحصر شده، خیلی شاید پاسخگو نیست و خیلی نمیتونیم بگیم امروز داریم ازش بر، ولی آمادگیش تقریبا ایجاد شده. با ایجاد مرکز نوآوری هم که میتونیم به حال بگیم به استقبالش میریم و با حجم بیشتری استفاده. سپاسگزارم از حضرت عالی. هر یک از عزیزان اگر سوالی داشته باشن مطرح بفرمایید، خدمتشون باشیم که جنبندی نهایی رو جناب آقای دکتر قادری انجام بدن. اگر عزیزان سوالی دارن مطرح بفرمایید. آیا که بحث من سوالی که فکر کنم موند، بحث همراه کردن بدنه با مدیریت رو اگر بفرمایید متشکرم. خب ببینید، همراه کردن بدنه با مدیریت، ما اسمشو میذاریم پیاده سازی استراتژی. ما استراتژی رو با مدیریت میشینن فکر میکنن، ولی اجراش یعنی همراه کردن بدنه با استراتژی. خب من بذارید یه خورده مصداقی صحبت بکنم. شرکت پست استراتژیش این بود. خب ما یه شرکتی هستیم با یه سری منابع محدود، با یه سری هزینه‌های تحمیلی، بالاخره پرسنل زیادی داریم. چیکار بکنیم که الان توی هزینه‌هامون نمونیم؟ خب تا جایی که میتونیم این پرسنل رو قلقم کنیم، تعدیل کنیم، بازنشسته کنیم، تا جایی که میتونیم به اینا پرداختمون رو کاهش بدیم که هزینه هامون بیاد پایین. از اون طرف توی بحث بازار چیکار کنیم که کار با ارزش، کاری که سود بیشتری به ما میده، واسطه ها رو حذف کنیم، کانال های فروش رو حذف کنیم. شرکت تاپین اگه اومد رفت مشتریش زیاد شد، مشتری رو بکشیم دفتر خودمون، بگیم آقا بیا تو مستقیم کار کن، این اتفاق بیفته و این شکلی درآمد خودمون رو به ظاهر بیشتر کنیم. یعنی ماکسیمایز کردن سود، یه بنگاهداریه با مدل بنگاهداری اقتصاد خرد، تجارت، کسب و کارهای اسمال بیزنس ها، کسب و کارهای کوچیک. خب مأموریت پست رو نگاه میکنید در اساسنامه، میگه ارائه خدمات پایه به تمام مردم ایران به نحو مطلوب با تعرفه استطاعت پذیر. این شرکت که ببخشید یه شرکت آقای قادری نبوده تأسیس بشه، آقای ملک محمدی نبوده که دنبال سود بیشتر باشه.
پیشینه کردن سود، حالا هم از قبل کاهش هزینه هم از قبل افزایش حاشیه سود. حالا بعضن گرون فروشی بعضن. خب ما نگاه تغییر دادیم، گفتیم آقا عیب نداره اگر ما بیایم کانالای فروشمون رو زیاد کنیم، خب تازه اونا یه سهمی هم ور میدارن، ما منابعمون هم که محدوده، همین گنجی که داریم ظرفیت محدود ماست، سودمون کمتر میشه، بعد تو هزینه‌های خودمون دوباره میمونیم. ما یه بعد تغییر استراتژی میایم میگیم که ما ظرفیت خودمون رو در حوزه رهسپاری، در حوزه به حال عملیاتمون، تجزیه و مبادلهمون افزایش میدیم. امروز ظرفیت خردبار کشور که موضوع فعالیت شرکت پست است، حالا زیر 2.5 تن یا دیگه به طور مطلق زیر 1.5 تن، امروز در کشور حدود 6 میلیون تن در سال شرکت پست 120 هزار تن بار میبره، یعنی 1/5 در 1/5 میکوشیم که تازه بزرگترین شرکته، میکوشیم بهینه کنیم. این کار درستی نی به نظر نمیرسه. حالا اگر ما اومدیم این ظرفیت رو توسعه دادیم به عملا 6 میلیون تن، اون موقع دیگه میصرفه ما به کانالای فروشمون 20% و 30% تخفیف بدیم و حجم بازارمون چکار کنیم؟ بزرگتر کنیم. ربطش به پیاده سازی استراتژی چیه؟ خب این تفکر لامصب میمونه توی ذهن مدیران ما، بدنه شرکت، نه فقط این شرکت. هنوز با دست فرمون 6 سال پیش مثلا فکر میکنن که اگر فلان کارو بکنم بهتره، اگر مثلا خودم کار کنم بهتره، اگر تصمیم گرفته میشه. خب این ذات مجموعه های بزرگی. حالا برای همراه کردن چه کارهایی میشه کرد؟ یکیش همین جلسات صحبت کردن. بالاخره باید به اینا ابلاغ بشه استراتژی. تصمیم ما چیه؟ تصمیم شرکت پست اینه ظرفیت خودش رو گسترش بده، نه با استخدام نیرو، با کمک همین بخش خصوصی، با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، حالا در کلانش که به حال طبق قوانین و مشارکت‌های تریپل پی آیه دکتر اوبالقا اشاره فرمودن، در خوردش که همین به حال نحوهی که جلساتی که ما داریم میزنیم برای بحث استارتاپ که بیاد در کنار ما اون شاخه‌های ما رو درست، اون تنه اون بدنه رو اونجوری درست می‌کنیم، شاخه‌ها این شکلی، بنابراین افزایش این ظرفیت هست اتفاق بیفته. این باید اول به اینا ابلاغ بشه، بعد باید پایش بشه. خب ما مثلا ابلاغ میکنیم که آقا دفاتر اینجوری کار کنن، میریم میبینیم که مثلا در یک جای یک کار دیگه. خب به واسطه وسعت شرکت پست مدار این داستان هست، مکانیزم های مختلفی برای این همراه کردن بدن وجود داره. یکی به حال یه موردش بحث از موضوعتون تعیین خطوط قرمز هست. واقعا خط قرمز ما باید بشن استارتاپ ها، یعنی اینکه استارتاپی که اومده توی مجموعه داره کار میکنه، اگر استراتژی ما حمایت از استارتاپ هاست به خاطر بقای شرکت، به خاطر توسعه کسب و کار، این هم باید ما مد نظر داشته باشیم. دغدغه داشتن هست، شب خوابمون نبره، یعنی همکارای ما باید شبا خوابشون نبره که این مأموریت و رسالتی که دارن رو انجام بدن. علی‌رغم اینکه ما یک سال داره میگذره از حوزه به حال طرح شتابدهی ما، استانهایی داریم خیلی فعال، چندان تفاهم‌نامه منعقد کردن شرکت‌های، استانهایی داریم که خوابن، یعنی ظاهراً هیچ تحرکی توشون وجود نداره. اینم دیگه به ذات آدم‌ها بستگی داره، اینکه مدیر دغدغه داشته باشه برای اجرای به حال در مأموریت‌هاش، اینا مباحث مهمی هستن. علی حال در یک ساختار دولتی لخت و با همکارانی که شاید پهنای باند ارتباطی باهاشون هم خیلی زیاد نیست، این مسائل مشکلات رو ایجاد میکنه. اینقدر هم درگیر روزمره میشیم که اصلا به فکر بازنگری در توسعه نیستیم. این یک تشریح بود از وضعیتی که این همراه سازی رو چطوری میشه انجام داد. ما یه فوکوس گروپ هایی هم درست کردیم، مثل همین به حال دبیرخونه ای که برای بحث طرح شتابدهی درست کردیم، آقای منتجب مسئولش هست، ورود میکنیم تا سطح مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره پیگیری میکنیم که کار زمین نمونه و عملا اون سیاست اجرا بشه. امیدوارم تونسته باشم تا یه حدودی به حال پاسخ رو بدم. بده اول که خیلی ممنونم از حضرت عالی همکارانمون در روابط عمومی اداره توسعه راهبردی کسب و کار که زحمت کشیدن و این جلسه رو هماهنگ کردن. یک بار دیگه از دوست و برادر عزیزم آقای دکتر اقبالخواه تشکر میکنم، آقای ملک محمدی عزیز که تشریف آوردن در جلسه، همکاران عزیز خودم در شبکه پستی و مهمانان گرانقدر و گرامی که
حضور پیدا کردن، حالا چه از طریق ویدیو کنفرانس، چه از طریق حالا صفحه اینستاگرام ما مطالب رو شنیدن. خب این جلسه اول بود، حالا به عنوان جلسه اول بد نبود، من نگاه میکردم بیشتر از شاید 100 نفر از طریق ویدیو کنفرانس و اینستاگرام حضور پیدا میکردن و این بحث رو شنیدن. جلسه هم ضبط شده پخش میشه. ما میخواییم طرح موضوع کنیم، با هم گفتگو کنیم. هیچ مسئله‌ای در دنیا نیست که با گفتگو کردن حل نشه. اگر ما یاد بگیریم که بشنویم و اقدام بکنیم بر اساس اون شنیده هامون، اصلاح بکنیم خودمون رو، هیچ مشکلی در دنیا باقی نمیمونه. امیدوارم که شرکت پست نه تنها خودش متحول بشه و بتونه همگام با جریان زمان خود، جریان زمان و فرایندی که در تمام دنیا داره اتفاق میفته پیش بره و نقش خودش رو درست ایفا کنه، پیشرانی باشه که جامعه هم و کسب و کارها هم بتونن همین اتفاق براشون بیفتن. انشالله اگر خداوند متعال بخواد و مقدور باشه، ما سعی میکنیم این جلسات رو همچنان ادامه بدیم در جلسات مختلف. حالا مجموعه هایی هم که متقاضی هستن که در پنل به صورت حضوری شرکت کنن، خواهش میکنم حتما بیان. ما اینجا اصلا دنبال این هستیم که چالش ها رو شناسایی بکنیم، ابایی نداشته باشیم از این که چالش ها و مسائل مشکلات رو مطرح کنیم. خیلی ما شاید یه خورده بیش از حد رو درواسی داریم با هم، مسائل رو مشکلات رو میجویم، جویده مطرح میکنیم. این خیلی کار شاید درستی نیست، باید خیلی شفاف مطرح کنیم. امیدوارم که در جلسات آینده، حالا دوستان دیگه هم که به ما اضافه خواهند شد، حتما انتشار این ویدیو در فضای مجازی کمک میکنه اون عزیزانی که متمایل هستن به این فضا حرکت کنن. صنعت بسیار بزرگیه، حالا دوستان عزیزم های دکتر اقبال خواه اشاره فرمودن، چند ده هزار میلیارد تومان گردش مالی داره این صنعت و یکی از به حال بخش های اصلی اقتصاد هر کشوری هست. شرکت پست با توجه ویژگی هایی که داره میتونه میدوندار باشه و حال اون حصه اولیه باشه برای شکل گیری یک اکوسیستم جدیدی در حوزه حمل و نقل. حالا خوشبختانه چون ساختار حمل و نقل ما خیلی ساختارمند نبوده در کشور، خیلی چیزی از دست نمیدیم. اینجا دیگه موضوع تغییر نیست، واقعا موضوع ایجاد و تشکیل یک ساختار و نظام صحیح حمل و نقل و لوجستیک در کشور هست که انشالله با همین جلسات شروع بشه و ادامه پیدا کنه، محافل دیگه شکل بگیرن. حالا ما اینجوری هم نیستیم قائم به حال شرکت پست فقط باشیم. دو تا رمز وجود داره برای توسعه اقتصاد هر کشوری، یکی زمین بازی مسطح یعنی رعایت عدالت، دو رفع انحصار، که وزارت ارتباطات و حمدالله در این دوره سیاست و شعارش همین بوده، رفع انحصار و زمین بازی مسطح و برابر، فرصت مساوی. اگر این رو فراهم کنید اقتصاد رشد میکنه، بزرگ میشه. یک نگاه درونزا هم هست، خیلی نمیگم به حال ارتباط با جهان بیرون حتما لازمه، حتما باید تقویت بشه، ولی وقتی امروز روز به حال اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی اقتصادیه که باد میاد بالا پایین نشه، مقاومه. کی مقاوم میشه؟ وقتی که تمام مردم جامعه با نشاط فعالیت اقتصادی بکنن. کی نشاط فراهم میشه؟ احساس نکنن که نابرابری هست، احساس نکنن انحصار هست. این دوتا رو اگر ما بشکنیم، اگر ایجاد بکنیم، شاهدش هستیم. با این نیت و با این به حال برنامه و مأموریت استراتژی انشالله این جلسات رو ادامه بدیم، شاهد باشیم که عزیزان دیگه هم به جمع ما بپیوندن، میگم مجموعه های دیگه هم شکل بگیرن به همین شکل و از رونق و برکاتش همه مردم انشالله بهره مند باشن. برای همه شما آرزوی توفیق دارم و ممنونم از اینکه این وقت رو به بنده و همکارانم دادید. تشکر. سپاسگزارم از حسن توجه تک تک عزیزان و نقطه نظرات میهمانان عزیز و عالی قدر. به انتهای برنامه رسیدیم. انشالله که برگزاری این برنامه سبب علاقمندی و حضور بخش خصوصی در
اکوسیستم تعریف شده پست باشیم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون. خداحافظ شما.